بینندگان عزیز سلام بر شما، امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و لحظات، دقایق، اوقات، ساعاتی رو که امروز با هم هستیم اوقات بهتری داشته باشیم. ممنون از شما که با ما بودید. امروز آخرین روز هفته کاری در آمریکاست و البته فردا آخرین روز. اینها هفته شون از یه شنبه شروع میشه. خیلی جالب برای من که دیدم توی تقویم ایرانی اونها اومده بودن از یه شنبه تقویم ایرانی رو شروع کرده بودن. هیچی دیگه، میخوایم راه رفتن کبک رو تقلید کنیم، راه رفتن خودمون رو هم فراموش میکنیم و بعد دیگه ببینید چقدر زشت راه میریم. این از این. امروز جمعه هست، 28 آگست سال 2015 میلادی و برابر است با ششم شهریور ماه 1394. هر جای دنیا که هستید اگر برنامه ها رو به صورت زنده میتونید ببینید، نشون میده که کامپیوترتون درست کار میکنه یا شما وارد هستید ازش استفاده کنید به نحو احسن. اگر کامپیوتر دارید برنامه های ویندوز رو استفاده میکنید ولی نمیتونید تلویزیون مردم رو مستقیما ببینید و بگیرید، نشون میده که دانش شما در رابطه با میدیا پلیر، اون پلاگ این اد آن کمه و باید یه نفر دیگه بهتون کمک کنه. با خودتون تعارف نکنید، ببرید کامپیوتر روی جایی یا صدا بزنید یه دوستی که وارده، بگید که همه که اشتباه، اگه همه بود دیگه شما هم جزش بودید، قدر مطلق اصلا نباید گفت، بگید که بیشتری ها که ویندوز دارن میتونن برنامه های تلویزیون مردم رو ببینن، چرا من نمیتونم؟ قبول کنید که مغز شما سلولهاش کمتر از دیگران نیست، فقط اونها رفتن یاد گرفتن، شما مثل من تنبلی کردی و یاد نگرفتی. اگر شما برنامه ها رو میبینید لطف کنید و برای ما بنویسید که از کجا میبینید، با چه براوزری و صدا و تصویر چگونه است، ممنون و متشکر از شما خواهیم شد. خب ممنونم از آقای پرویز عزیز ساکن سان فرانسیسکو. امروز با هم صحبت میکردیم و ایشون زمین که دعوت کرد از بنده که سان فرانسیسکو اگر رفتم مهمان ایشون باشم. البته بعد از اون فیلم ناپلئون، دایجان ناپلئون، کلمه سان فرانسیسکو هر جا گفته میشه آدم یک کمی اون یاد اون شوخی ها میفته و یک کمی دوباره فکر میکنه. در اصل ممنونم از ایشون. و از من پرسید که سوربین، نظرت در رابطه با توافق ایران و 5+1 چیه؟ یا این توافق نامه یا اگریمنت بین ایران و آمریکا بیشتر؟ گفتم که من فکر میکنم، دوستان این نظر منه، بذارید آزاد باشیم نظراتمون رو بگیم. گفتم من فکر میکنم که این برای مردم ایران خوبه. اولا خطر جنگ رو دور میکنه، دوما یک فضای باز سیاسی و اجتماعی در ایران ایجاد میکنه که اگر آخوندها زرنگ باشن یه فکری به حالش میکنن، خودشون رو میبرن قم و مشهد و نمیدونم جاهای مذهبی کجاست، برای خودشون واتیکان 1 و 2 و 5 و 6 رو درست میکنن و اون مردمی رو که به اونها باور دارن دور خودشون جمع میکنن و به قول آمریکایی‌ها happily ever after زندگی میکنن در خوبی و خوشی. اگر مثل شاه کم تجربه باشن، ترسو باشن، کسی نباشه راهنماییشون کنه، به اصطلاح سرنگون خواهند شد. چون مردم وقتی که آزاد باشن، دسترسی داشته باشن به دنیا و اطلاعات و اینها، زیر بار چند نفر زورگو و دیکتاتور نمیرن. همین الان که با شما صحبت میکنم صدای ما رو اگر کامپیوترتون حتی اشکال داره نمیگیره، یا تلفن آیفون دارید یا آیپد، دستگاه آیپد دارید، مک، نمیدونم مکنتاش، اپل، هر چیزی، میتونید توسط یو استریم هم صدای ما رو بشنوید. و یو استریم حسنش اینه که برای دوستانی که روی فیسبوک ما باشن، دوستان وقتی میان روی فیسبوک اون کلمه فرند، حالا کاش که انمی هم میذاشت این فیسبوک که اقلا اونایی هم که دشمن ما هستن نگن ما نمیخوام تعداد دوستای این بره بالا.
آقا این انمی، دشمن، مخالف، هر چی هستی همون یه دونه گذاشته براش، بیاین بزنید شرکت کنید که وقتی این برای من میاد برای شما هم بیاد، شما هم بتونید برای دیگران ارسال کنید. من الان برای شما این رو میفرستم و باید یه چیز فارسی هم براش درست کنیم که مثلا همین الان برنامه تلویزیون مردم به اصطلاح روی یو استریم پخش میشه. یو استریم خیلی ساده است ولی ما فعلا فقط از میکروفون استفاده میکنیم تا اینکه بعداً یه دوربین دیگه ای یا یه عکس و ویدیویی چیزی بذاریم و اون رو هم شما به صورت تصویر ببینید. ممنونم از آقای فرهاد از بوستون. ایشون تماس گرفت و گفت آقای سوربی بعد از آگست 19 یعنی 19 آگست جمعه هفته قبل دیگه من برنامه های شما رو ندیدم، خدای نکرده اتفاقی افتاده، قهر کردی از بینندگان؟ گفتم والا من پوسم کلفته و الا باید قهر میکردم، با این همه بی لطفی و کم مهر و محبت و کمی حمایت باید قهر میکردیم ولی ما پوس کلفتیم دیگه. گفتم نه، من برنامه ها رو، آرشیو رو، سیستمش رو عوض کرده بودم به این امید که وقتی شما میایین روی بایگانی آرشیو ما روی عکس من کلیک میکنید، دیگران رو، ویدیوهای دیگران رو هم ببینید و اینجوری اونها هم ویدیوهاشون دیده بشه. ولی به نظر میرسه بعضی از شماها از من زبلتر و تنبلترید و میرید از روی گوگل فقط میزنید سوربی با مردم، گوگل هم شما رو میبره توی اون آخرین سوربی با مردم که 19 هم بوده. خلاصه ما چیکار کنیم؟ اینه که نشون میده مردم قدرت دارن، بیننده ها میتونن انتخاب کنن، مجبور شدیم که این رو برگردونیم چون چند نفر دیگه هم هی سوال کردن، هی ما براشون لینک فرستادیم، گفتیم آقا نخواستیم، مرحمت فرموده ما را مس کنید، رفتیم همون سیستم قدیمی. شما اگه از امروز هر جای دنیا بزنید یا بنویسید سوربی با مردم، چه فارسی چه انگلیسی، میرید اونجا. ولی خب دوست عزیز من، چرا آب رو از سرچشمه نمی نوشی؟ قشنگ بیا مردم تیوی بذارید، من الان بهتون نشون بدم. ببینید مثلا این یه ایمیل برای من تبلیغ آمده الان، بذارید تا اونجایی هم که من میتونم این صفحه رو بزرگ کنم برای شما که با هم ببینیم هر چه هست. اوکی. کمرای دو تشریف بیارید جلو، دیگران وایسن اون عقب تا نوبت شون برسه. ببینید من اینجا میام تایپ میکنم مردمتیوی.com یا یه باکس جدید باز میکنم، یه ویندوز جدید مردمتیوی.com، دیگه لازم نیست اون www رو بنویسید، میاد اینجا میبینید مردمتیوی.com. سرعتش هم میبینید چقدر خوبه، یعنی تأخیر خیلی کم و این برنامه میاد اینجا. شما اینجا میتونید این آگهی ها رو ما رو ببینید، لطف کنید اگر اون چیزایی که مال گوگل هست مایل باشید نگاه کنید اینفورمیشنشون اینها، چون قانونا ما نمیتونیم به کسی بگیم که کلیک کنید و اینها پولی هم به اون صورت نمیدن، ولی خب بالاخره اقلا پول قند و چایی در میاد. اون وقتها دوستی داشتیم به نام آقای محمد تیرانداز، این لطف کرد و بعد از سالها 2 تا $10 فرستاد برای تلویزیون مردم. بعد دیدیم نه بابا این مثلا میخواد اینجا صابخونه باشه و دیگران رو بیرون کنه و اینها، گفتیم نه آقا نخواستیم، اگه خواستی $10 تام پس میدیم، شما رو به خیر و ما رو به سلامت. ببینید دوستان وقتی شما میایید توی تلویزیون مردم اینجا نگاه کنید، این صفحه بالا و پایین ببینید، اینجا نوشته هوم یعنی صفحه اصلی، اینجا نوشته about یعنی درباره ما، اینجا نوشته آرکایو یا آرشیو که بایگانی است، اینجا نوشته لینکس که من دیگه خیلی باش کار نمی کنم، اینجا نوشته کانتکت که شما چگونه میتونید با ما تماس بگیرید، اینجا تیوی و رادیو. تیوی و رادیو هم از بس هر روز پول اینو اونه میخورن و لینکشون عوض میشه، اون رو هم ما دیگه کاری به کارشون نداریم. ولی شما دوست نازنین اگر این برنامه رو از یوتیوب میبینید ولی به صورت زنده روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه نمیبینید، از خودتون سوال کنید چرا سوربی میبینه من نمیبینم؟ وردارید کامپیوترتون رو ببرید یه جایی $20 $30 $50، بعضی هاشون هم این جوان ها پول نمیگیرن، همه حتی اونجا تو تعمیرگاه هم که هست پول نمیگیره، براتون این ادآن یا پلاگین رو میذاره میره. حالا اگر ندیدید، تنبلم بودید، دیگه میتونید با شماره تلفن برنامه زنده رو بشنوید.
میتونید بعدن اینجا نوشتیم اگر در این صفحه قادر به تماشای تلویزیون مردم نیستید اینجا را کلیک کنید، کلیک که میکنید شما رو میبره تو صفحه ویدیوهای ما. این همون صفحه‌ایه که همین الان من ویدیوی آقای انصاری شماره 15 رو اضافه کردم. بعد اینجا شما بهش دستور میدی، میگی من میخوام ویدیوها رو به صورت اینجوری ببینم، میخوام به صورت لیست ببینم و اون دستور شما رو اجرا میکنه. بعد میای اینجا میبینی که مثلا نوشته احمدعلی انصاری، تاریخ نداره چون این کاری به این نداره، ترجمه فارسی قرآن با صدای بسیار خوب آقای انوشیروان کنگرلوه، اینجا برنامه آقای مینویی، برنامه دکتر نصر احمدی که چهارشنبه بعد از برنامه من بود، اون دوستمون شادی که میگه برنامه آقای، خب یه چیزی یاد بگیر دوست عزیز، ببین یوتیوب ما، کانال ما کجاست، روی یوتیوب بزن مردم تیوی پیدا کن، بزن بنویس دکتر نصر احمدی، البته نصر رو با دوتا اسم بنویس، بزن من براتون اینو بزرگتر کنم ببینیم چی میشه. ببینید شما هر کدوم از این اسما رو یاد بگیرید بعدن بزنید، همش میگیم بزنید، مردیم از بس زدنمونو، مردیم از بس میخواستیم دیگران رو بزنیم، همه کشم خسته هستیم هیچ کارم نزدیم. بنویسید پرویز مینویی، فوری چند تا پرویز مینویی میاد، ویدیوهای مختلف. بنویسید دکتر نصر احمدی، فوری اینها میاد. بنویسید سوربی، اینها میاد، آقای اجلالی، سوربی، آقای انصاری، آقای مرداد خانساری. و آقای مرداد خانساری باز امروز یک مقاله نوشته که من اون رو براتون میخونم و به نظر میرسه که من تنها نبودم که نظر خوبی درباره ایشون نداشتم، خیلی ها هنوز هم نظرشون در مورد ایشون به اصطلاح مناسب نیست و هر وقت که ایشون یه چیزی مینویسه فوری زیرش مینویسن از سردار مدحی چه خبر. و اگر فرصتی بشه سعی میکنیم که با ایشون هم یه مصاحبه‌ای داشته باشیم. خب برگردیم به اون صفحه برنامه‌های لایو ببینیم چی میگه. صدومین سالگرد اشغال بوشهر توسط بریتانیا. این از این که والا بعضیا میگن ای کاش ما مستعمره این کشور و اون کشور مونده بودیم، وضعمون بهتر از این بود. نظر شما در این مورد چیه؟ زنگ بزنید، پیام بذارید، پیامتون در برنامه آینده روز دوشنبه پخش میکنم که آیا این درسته که بعضی ها میگن ای کاش مستعمره انگلیس شده بودیم، بلکه وضع ما بهتر بود، دموکراسی بهتری مثل هند و اینها داشتیم. ولی آقای نصر احمدی خیلی قشنگ و درست توضیح داد درباره گاندی، با وجودی که همه ما فکر میکنیم که ایشون خیلی رهبر بزرگی بوده، ولی گاندی این قاره هندوستان رو میدونید تیکه تیکه کرد و تبدیل به چند کشور مختلف شد، بنگلادش و پاکستان و هندوستان و الی آخر که شما بهتر از من میدونید. ولی حالا چون این دوستمون این رو فرستاده اجازه بدید ما یک کمیشو بخونیم بعد بریم سراغ ایمیل ها و نامه ها و به اصطلاح مقالات دیگه. در سالهای اخیر نام بوشهر به خاطر برنامه ایران و نیروگاه هسته‌ای بوشهر در رسانه‌ها و کتاب‌ها زیاد به کار برده شده است، اما این بندر قدیمی پیش از این نیز از اهمیت جهانی برخوردار بوده است، به طوری که دو بار بریتانیا آن را تصرف کرد. همچنین نام بوشهر با مقاومت تنگستانی‌ها به فرماندهی رئیس علی دلواری یا دلواری در جنوب ایران در برابر اشغال بریتانیا گره خورده است، گره خورده که درست 100 سال از آن می‌گذرد. اهمیت بوشهر برای بریتانیا مطابق با اسناد، بوشهر حدود 300 سال پیش به فرمان نادرشاه در سال 1736 به صورت بندر سر و سامان گرفت. به نوشته دانشنامه ایرانیکا بوشهر قبل از آن روستای کوچک ماهیگیری بود. نادرشاه برای طرح ناوگان دریایی در خلیج فارس آن را نوسازی کرد و آن را بندر نادریه نامید. انتخاب نادرشاه فقط به خاطر ارتباط آسان با سرزمین مادر نبود، بلکه این تنگه از قطع زمین‌های باریگ روان برخوردار بود که در جزر و مد کاملا می‌توانست فرو رود.
اهمیت تجاری این بندر در دوره کریم خان زند افزایش یافت. به نوشته ایرانیکا از 1763 کمپانی هند شرقی متعلق به بریتانیا در بوشهر حضور یافت، زیرا به لحاظ تجاری حائز اهمیت بود. بعدها بریتانیا با کریم خان زند مشکل پیدا کرد، از این رو تجارت خود را در بندر بصره متمرکز کرد، اما با تصرف بصره توسط کریم خان بریتانیایی ها در سال 1778 پایگاه تجاری خود را در خلیج فارس دوباره در شهر در بوشه مستقر کردند. این هم داستان دوم و درازی است. اگر خواستید بهتون به اصطلاح بگید، ایمیل کنم یا خودتون بزنید با فارسی بنویسید، ببخشید بنویسید با فارسی 100 سال بوشه، پس از 100 سال براتون میاد. اینم عکس اون افرادی هستن که جنگیدن و میبینید که همشون هم همون لباسهای قدیمی و لباسهای ایرانی اون زمان تنشون بوده و هنوز هم که هنوزه بعضی از اینها این لباسها رو میپوشن و بهش هم افتخار میکنن. این هم از این. خب میگه که مردی مشغول خرید در فروشگاه بود که ناگهان دچار حمله قلبی شده، نقش بر زمین شد. کارمندان فروشگاه بلافاصله با آژانس تماس گرفتند و پزشکان به سرعت او را به نزدیکترین بیمارستان رساندند که بلافاصله تحت عمل جراحی قلب باز قرار گرفت. مرد بعد از عمل جراحی به هوش آمد و دید در بیمارستان کاتولیک ها تحت مراقبت راهبه هاست. راهبه های نزدیک تخت او نشسته و تخته طراحی در دست گرفته بودند که چندین برگه روی آن بود. قلمی نیز در دست داشتند. راهبه از او پرسید برای پرداخت هزینه بیمارستان چگونه عمل خواهید کرد. راهبه گفت دفترچه بیمه داری؟ مرد با صدای گرفته پاسخ داد نه خیر ندارم و بیمه نیستم. راهبه پرسید حساب بانکی داری؟ پسنداز دارید؟ مرد جواب داد هیچ پولی در بانک ندارم. راهبه با ناشکیبایی باز پرسید فامیلی خیشاوندی کسی را دارید که هزینه شما را پرداخت کند؟ مرد گفت فقط یک خواهر دارم که پیر دختری راهبه است. راهبه با ناراحتی به صدای بلند گفت راهبه ها پیر دختر نیستند، آنها با خداوند ازدواج می کنند. مرد پاسخ داد پس صورت حساب را برای شوهر خواهرم ارسال کنید. اینم خیلی جالبه. خب بریم سراغ برنامه ها. دوستان اگر توجه کرده باشید روی جیمیل یه فولدری هست به نام ایمپورتنت، هرچی نامه میفرستید میاد اینها، اینو میبره میذاره تو ایمپورتنت. بعد گفتیم بابا این چی، الان ما برگ همه رو تمیز کردیم دوباره 2400 تا ایمیل تو اینه. رفتیم خوندیم و خودمون رو، اینا میگن ادوکیت، خودمون ادوکیتد کردیم و آگاه شدیم. گفت بله شما میتونید اینو اینجوری کنید و اینها. ما با اجازت اومدیم ایمیل ها رو پاک کردیم، نگو یه سری از ایمیل ها رو تو فولدرهای دیگه هم این پاک کرد. واقعا من نمیدونم اینها دیوانه شدن، به یه جایی رسیدن. خب آقایی که شما جیمیل رو درست کردی، ما نامه می نویسیم، یه فولدری هست به نام سنت میل، نامه های فرستاده شده، نامه دریافت می کنیم توی این باکس هست، دوست داشته باشیم توی فولدر می زاریم، یک به اسم خواهرمون، یک به اسم داداشمون، یک به اسم بیزینسمون، یک به اسم بیمه‌مون الی آخر. من نمیدونم اینا چرا این کارا رو میکنن. برید یه دوستان یه روز برید توی جیمیل کلیک کنید ببینید چقدر آپشن و حق انتخاب مختلف به شما میده. اصلا اینا لازم نیست. خلاصه ما زدیم اون فولدر ایمپورتنت رو فعلا پاک کردیم و داغون کردیم، مهمم نیست. ما همه ایمیل هامونم از بین بره یه نامه مهم توش نداریم، فقط خودمون چیزها رو بهشون اهمیت میدیم که بیشتر نگرانشون بشه. چه چیزی مهمی اونجاست. خب برنامه بهروز از کانادا. این بهروز همون دوست ما است که یه مدت یه شعری رو میگفت که از تلویزیون پخش کنیم، گیرم گلاب تو گلاب قمصر است، کلی وقت پخش کردیم. این بنده خدا اون شاعرم ناپدید شده، هیچ اثر و هیچ خبری ازش نیست. این یک. بعد از اون ایشون از ما خواست که ویدیوهای آقای فولادوند رو پخش کنیم.
بابتش هم لطف میکرد یه هزینه پرداخت میکرد. چند روز پیش خودش گفت آقا من دیگه خسته شدم، اگر در خانه کس است یک حرف بس است، اگر کسی میخواست تا حالا بفهمه صحبتهای آقای فولادوند فهمیده بود. گفتیم اوکی. بعد گفت که حالا من اگه ویدیوی جالبی پیدا شد برات میفرستم. شروع کرد چند تا لینک فرستا، قشنگ هستن این لینک ها، خستگی رو از تن آدم بیرون میبره. و من بهش گفتم که شما بیا یه برنامه بذار، هیچم نمیخواد خودت بیای، نمیخوای حرف بزنی، ویدیوها رو شب صبح وقت بی وقت ارسال کن، من اینا رو اینجا جمع میکنم، دستبندی میکنم، بغل هم میچسبونم، به دوستان نشون میدیم، چون همه مثل شما به یوتیوب دسترسی ندارن، به اینترنت دسترسی ندارن. بعضیا این کانال رو دادن به پسرشون وصل کرده، میان این برنامه رو میبینن و میرن، نمیتونن برن دنبال این چیزا و اینها. خلاصه ایشون قبول کرده، امیدوارم که مقاوم باشه و همینجوری ادامه بده. هر هفته 20 تا 30 تا ویدیوی خنددار کوتاه بفرسه و من این ویدیو رو جمعه ها بعد از برنامه خودم میذارم که یک هفته هرچی مزخرف من گفتم توی مغز شما اذیتتون کرده، دلخورتون کرده، ناراحتتون کرده، با این 17 18 دقیقه 30 دقیقه که امروز 17 دقیقه ویدیو هست، اون رو از مغزتون پاک کنید، خوشحال خندان آماده بشید که آخر هفته خوبی با به اصطلاح فامیلتون با دوستان داشته باشید. پیشا پیش از بهروز عزیز از کانادا تشکر میکنم و امیدوارم که با پشتکار این کار رو ادامه بده و ما اسمش میذاریم ویدیوهای بهروز، اسمش میذاریم ویدیوهای بامزه با بهروز، هرچی خودش بخواد اسمش میذاریم، اسم مهم نیست، مهم اینه که اون به اصطلاح محتوای این ویدیوها چی باشه. یکی از این ویدیوهایی که خود من هم وقتی ایشون ویدیو میفرسته، خب منم ویدیوهای دیگران هم که فرستادن اضافش میکنم که بشه بیشتر و اینها، این هست. با هم این رو ببینیم که این ویدیو به غیر از این که بامزه هست، ولی آدم یه حس افتخاری به خودش دست میده که یه جوونی که بیکاره الان تو این اوضاع ایران نمیاد نق بزنه که ای چرا من بیکارم، رفته چند تا جعبه های دستمال کاغذی خریده و وایساده با شعر و آهنگ، ضمن اینکه درد دلش رو به مردم میگه، از مردم هم مؤدبانه خواهش میکنه که این دستمال ها رو بخرید که من زندگیم بگذره و من مجبور نشم مثل اون دو جوانی که خواستن یه شبه پولدار بشن، اسلحه برداشتن رفتن تو بازار طلا فروشا، هم خودشونو به کشتن دادن، هم پدر مادرشونو در به در کردن، حالا اون بنده خدا هم دلشون خوش شدن فعال حقوق بشر توی کانادا سرگردون، که چی دیگه بچه های شما رفت، از دست رفت و هیچ وقت هم اینا نیومدن بگن که آقا این کاری که بچه های ما کردن درست نیست، توی هیچ شرایطی کسی حق نداره اسلحه بره تهیه کنه بره مغازه طلا فروشی و اینها. ارزه داشتن با میرفتن دوتا آخونده میزدن پولای اونا رو میگرفتن، ماشین اونا رو میگرفتن، دوتا آغازده. و الا شما میری بازار رو به اصطلاح مردم رو میترسونی و امنیت اجتماعی رو از بین میبری، ببخشید ما طرفدار اعدام نیستیم، ولی شما میخواین چه کار کنن با اینها؟ بیارن سر چهار راه بهشون جایزه بدن؟ بریم این فیلم رو ببینیم و برگردیم، یا بذاریم برای بعد از آگهی ها؟ ببینیم الان برگردیم. خاطر همکارم آتیش زدم به مالم، دیپلمه بیکارم دستمال کاغذی میارم، من بچه شمالم دیگه طاقت ندارم، از تنبلی بیزارم، اول خدا رو دارم سپس شما رو دارم، وای که چه دستمالیه، این دستمالا عالیه، تازه اومد به بازار منو دیگه تنها نذار، خدا خودش خوب میدونه این دستمالا چه ارزونه، چه دستمالیه خیلی عالیه، بخرین ازم یه دونه، حالا بیا کاری بکن پاکتمو خالی بکن، بگیر و برو این دستمالا رو اگه نگیری میمونه، سر سفره میشینم شما رو دعا میکنم، نگاه به ساعت میکنم پنجره رو وا میکنم، میگم خدای مهربون شما رو نگهداری کنه،
هر کی هر حاجتی داره خدا اونو یاری کنه. من توی زندگیم دستمال میارم هر روز، یه کمی ازم بخرین تا که نرم من از سوش. بود و نبوده منم فرقی براتون نداره، یکی دیگه جای من واسه تون دستمال میاره. دستمال دارم من بیچاره، من که برم به جز من هستن چند تا بی به. برگردیم به برنامه زنده. ممنونم از شما. نظر شما چیه درباره این که یه دیپلم، حالا به دلیل اینکه کار نیست و وضع ایران اونجوری که باید و شاید عالی نیست، میاد این کارا رو انجام میده، جامعه باید با اینها چگونه برخورد کنه؟ باید بهشون احترام بذاره؟ باید کمکشون کنه؟ حمایتشون کنه؟ نظر شما چیه در این مورد؟ اونا هم اگر لطف کنید با شماره تلفن هایی که روی صفحه ظاهر میشن و باز هم برای یو استریم میگم و سعی میکنم توی یو استریم بنویسم اون بغل 202-695-2573 و این شماره تلفن ایریا کد واشنگتن در آمریکا و یکی دیگه ایریا کد 703 که مال ویرجینیا است 957-6150. این هم از این. یک تقویمی رو دوستان لطف کردن برای من فرستادن که من به شما نشون میدم، خیلی خنده داره. بارها گفتم بعد از این همه پولهایی که این پادشاهی ها و نمیدونم طرفداران و دوربری های شاه خوردند و بردند و اینها، حالا آمدن خیلی لطف کردن و یک دونه تقویم ساختن. جالب اینجاست که این تقویم تاریخ غلطی داره. اجازه بدین من با اون خانمی که این تقویم رو درست کرده یا تبلیغش رو روی این گذاشته یه تماسی بگیرم. خانمی هست به نام شراره شیروانی که احتمالاً کالیفرنیا، نه ببخشید تگزاس هستن. بذارید ببینم میتونم با ایشون تماس بگیرم، از اینها بپرسیم، شاید یه مقداری اینها به ما یاد بدن این چرا اینها فکر میکنن که تاریخ ایران، اگر نمیخوان تاریخ اسلامی و فرار و مهاجرت محمد باشه، چرا 2574 که یه تاریخ اشتباه هست رو میگن. 713-443-3880 ببینیم که چه میشود. بله خانم شیروانی؟ بله، درود بر شما. سلام، من سربی هستم از تلویزیون مردم. حال شما خوبه؟ مرسی، شما چطوری؟ من به خوبم، دارم این تقویم رو نگاه میکنم. شما این تقویم رو درست کردید یا فقط به عنوان تبلیغ اسم شما رو روش گذاشتن؟ نه خیر، تمام خرج و تهیه و تخت و همش با خودمه. بسیار عالی، این کارو میکنم. بسیار عالی. من الان که دارم با شما صحبت میکنم از واشنگتن برنامه زنده داریم و ضمن این که به قول خودتون درود بر شما که یه همچین کاری رو انجام دادید، یک سوالی دارم. مخصوصا الان که ایام عید راش هاشانا است و دوستان یهودی هم خوشحال هستن، من خودم هم باور دارم که تاریخ ما نباید تاریخ فرار حضرت محمد یا هجرت اون باشه، ولی وقتی میایم به تاریخ ایران چرا خودمون رو محدود کنیم به 2574؟ چرا نریم روی 3000 سال؟ چرا نریم روی 5000 سال؟ چرا نریم روی 10000 سال که مثلا خوزستان، اهواز 10000 سال قدمت داره؟ چرا خودمون رو محدود میکنیم روی 2574؟ اولا 2574 به خاطر اینکه در همون سالای عصر پهلوی به همین سال تبدیل شد انجام میدم. اونم ریشت که وقتی چیز کردم آقای شجاع‌الدین شفا برای جشن 2500 ساله اینو زد. من اگه بخواب راجع به ایران بگیم، من اولا یه نفرم با یه خطی یه نفره، وگرنه واقعا این کار یه هیئت میخواد 20 نفره، چون انقدر ایران تاریخش غنیه و شکوفاست که واقعا کار یه نفر نیست. خب من به خاطر عشقم به ایران انجام میدم، به خاطر که بالاخره مردم فقط و فقط از
از این سال خورشیدی بیام به سالی که بالاخره ما در ایران داشتیم استفاده میکردیم. وگرنه حق به جانب شما. من الان خیلی یعنی ایران انقدر غنیه که واقعا من نمیدونم از کدوم ها شروع بکنم. تنها چیزی که فکر کردم دیدم خب این سالیه که ما تو ایران باش کار کردم، بالاخره انتخاب شده یه سری آدم ها نشستن، این اون سال انتخاب کردم برام حقامدی، من گفتم از اون استفاده بکنم. وگرنه صد درصد حرف شما رو قبول دارم و ای کاش من میتونستم با یه یعنی یه هیئت بزرگی میمد کمک میکرد، چون این کار تمرین ببینیم من از 30,000 توشو چاپ میکنم بس. یعنی من هنوز مال دو تا تیشو هنوز به دکاری دارم، یعنی هنوز دارم قرضامو میدم، چیزی نیست که بتونم. خب ممنونم. از بهتر دیگه نمیتونم بکنم، از این بهتر نمی اصلا بودجم خیلی جلوتر رفتم. ممنونم خانم شیرین. ممنونم. اجازه بدید پس همینجا حالا که ما به شما زحمت دادیم، از وقتتون داریم استفاده میکنیم، عکس شما، اسم شما، شماره تلفنتون رو که مشاور املاک هستید در هیوستن تگزاس بذاریم، از دوستان ایرانی بخوایم که اگه در اون منطقه احتیاج دارن به خرید یا فروش ملکی، املاکی، چه برای زندگی چه برای سرمایه گذاری، با شما تماس بگیرن. بعد هم اگر دوست داشتید در یه فرصتی، نمیخوام حالا به اصطلاح مزاحم وقتتون بشن، در یه فرصتی در این باره باز با هم صحبت میکنیم. از زحمتی که کشیدید بسیار ممنون. خواهش میکنم. انشاءالله موفق و پیروز باشید. خیلی ممنونم. مرسی عزیزم. خدا نگهدار. خب دوستان عزیز، با خانم شراره شیروانی تماس گرفتیم از هیوستن تگزاس. شماره تلفن ایشون هست 713-443-3880. ایشون مشاور املاک هستند در هیوستن تگزاس. من خیلی خوشحالم که ایشون به قول معروف اون تعصب رو ندارن که بگن خب همین هست و دیگر چیزی نیست، و خوشحالم که باز هم ایشون با من هم عقیده هستن که اون تاریخ به اصطلاح تاریخ درستی نیست، و تأسف میخورم که چرا ایشون میاد این مبالغ رو خرج میکنن که هنوز میگن بدهکاری 2 سال قبل رو دارم، و یه چیزی رو که خودشون هم قبول دارن غلطه، صرفا به این دلیل که میخوایم مبارزه کنیم با تاریخ مسلمون ها، بیان یک چیز غلطی رو رواج بدیم که بعد درست کردن این خیلی مشکل تر از این باشه که بیایم یه تاریخ شناس رو، یک هیستوریان، ببینیم آقا خانم این تاریخ رو ایران از کجا باید شروع کنیم، از 3000 شروع کنیم، از 5000 شروع کنیم. نمیشه که یه دفعه همه رو بریزیم بیرون و فقط بیایم به خاطر اینکه آقای شجاع الدین شفا که امروز معلوم شده اشتباهات زیادی در نوشته‌هاش در زندگیش کرده، چون اینو اون موقع میگن دسیسه بوده، دسیسه بوده توسط دوستان یهودی و این کار رو کردن. در هر صورت این تقویم الان روی اینترنت هم موجود هست، اگر شما خواستید با خود ایشون مستقیما تماس بگیرید براتون ارسال میکنن یا چاپیشو براتون میفرستن. و من هیچ وقت با ایشون صحبت نکرده بودم، چون شماره تلفن ایشون رو دیدم احساس کردم که این یا به صورت تبلیغ و آگهی ایشون هست یا خودشون به اصطلاح این کار رو انجام دادن. چون من میبینم که آقای مینویی هم که ایشون هم از تگزاس هستن، همین تاریخ غلط رو خیلی هم اصرار دارن که هی بگن این تاریخ. آقا اقلا بیا بگو تو نمیدونم 2000 فلان میلادی، فعلا که خارج هستیم میلادی، یا اونم به قولن باز مذهبیه. برگرد زرتشتی هم میگیم باز اونم مذهبیه، ضمن این که خیلی ها میگن که زرتشت پیغمبر نبوده و مذهب نیست، اون فقط یه فیلسوف بوده و این هم یک حقیقتا مذهبه، مذهب یعنی راه زندگی، دین نیست. و نمیدونم، به نظر من گفتنی ها کم نیست، من و تو کم گفتیم. حالا امیدوارم شما دوستان هم اگر نظری دارید در این مورد تماس بگیرید، پیام بذارید، پیام های شما رو برای این خانم و دیگر دوستان میفرستم. ولی اون چه مسلمه اینه که ما بعضی وقتا به خاطر اینکه از پشت بام نیفتیم پایین، انقدر عقب عقب میریم که از اون ور از 3 طبقه میفتیم پایین. دیدید بعضی خونه ها روی تپه قرار دارن، این طرفش مثلا 1 طبقه است به خیابون، از ترس اینکه 1 طبقه نیفتیم پایین
دست و پامون بشکنه عقب عقب میریم از اون ور از سه طبقه یا شش طبقه میافتیم پایین، گردن و لگن و همه جامون میشکنه. در صورت روزگار غریبی است. و یک ویدیویی رو من دیدم که با آقای مرتضی موسوی، اگه اشتباه نکنم ایشون یکی از افراد بلندپایه ساواک بوده، مصاحبه میکنن و این مصاحبه خب هیچ اشکالی نداره، شما میتونید یه کتاب هم بنویسید، مردم دوست داشتن میخونن، دوست نداشتن نمیخونن. میتونید یه ویدیو درست کنید، دوست داشتن تماشا میکنن، گوش میدن، دوست نداشتن نه. ولی اگر کسی میخواد واقعا یک نگاهی به تاریخ بندازه، آقای مرتضی موسوی باید یه نفر رو که مخالف شما هست اون رو هم بیاره. شمایی که میگید 26 سال ساواک به غیر از خدمت هیچ کاری نکرده، بیارید افرادی رو که باور دارن اتفاقا خیانتهای ساواک دانسته و ندانسته باعث فروپاشی رژیم محمد رضا پهلوی شده. و به نظر من این کاری که شما میکنید فقط وقت خودتون رو تلف میکنید و هیچ ارزشی نداره. و باز هم اینجا ننگ بر این آخوندا که اون قولهایی که دادن به مردم اگر عمل کرده بودن، امروز افرادی که اون موقع مردم رو شکنجه کرده بودن، اون موقع مردم رو از حکومت بیزار کرده بودن، جرأت به خودشون نمیدادن که بیان بیرون و اینجوری جسورانه که نه، جسور آدمایی هستن که چیز باشن، اینها واقعا بی حیاهانه بگیم وای میسن تو روی مردم و به قول معروف اینجوری زبون درازی و گردن درازی میکنن. خب بریم سراغ آقای باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، که میگه که سفر اخیر باراک اوباما برای شرکت در اجلاس کشورهای آسیا یا پاسیفیک، اگرچه با طرح موضوعات مهمی همچون فروش اورانیوم به هند، همکاری‌های آمریکا با کشورهای شرق آسیا و چند تا نقطه یعنی و و و همراه بود، اما رسانه‌های استرالیا به جزئیاتی از سفر باراک اوباما به این کشور پرداختند که جالب به نظر می‌رسد. به گزارش تابناک، در سفر اوباما به استرالیا یک گروه 500 نفری شامل 200 نیروی امنیتی با او به استرالیا وارد شدند. سرآشپز کاخ سفید و افسر نظامی کدهای اتمی آمریکا نیز از جمله همراهان دیگر رئیس جمهور آمریکا هستند. اوباما با هواپیمای شماره 1 نیروی هوایی و اینجا میگن Air Force One سفر می کند. هواپیمایی که یک باشگاه ورزشی کوچک و یک سینما در آن جا داده شده است. یک روکش ضد انفجار هسته‌ای هواپیما را پوشانده است. هلیکوپتر آقای اوباما به نام شماره یک نیرو دریایی نیوی وان نیست، توسط یک هواپیمای نظامی C-17 یا C-17 به استرالیا انتقال داده شده است. این هلیکوپتر مجهز به پرتوهای گمراه کننده موشک‌های حرارتی است. این عکس‌ها رو می‌بینید، United States of America نشون میده که تو فرودگاه این هواپیمای همون شماره 1، من تصویر رو براتون بزرگتر کنم که این رو شما بهتر ببینید. و این رو روی چیز هم روی اینترنت اطلاعات عمومی هست، میتونید خودتون هم برید و نگاه کنید و تماشا کنید و نظراتتون هم دربارش برای ما ارسال کنید. این داخل اون هواپیما رو نشون میده که درست این اون هواپیمایی که من و شما باش مسافرت میکنیم باید پاهامون رو دو زانو در بغل بگیریم، مثل اینهای کشتیشون غرق شده و زانوی غم در بغل بگیریم که جامون بشه توی اون صندلی. میبینید که این اتاقاش و اینها این یه دفتر کار، اینها نشستن نهار و شام و میوه و انگور و موز و اینها هم دارید میبینید. و اینجا هم آقای اوباما با اون قد بلندش باز هم دستش رو که بالا میبره میبینید هنوز جا داره و مثل هواپیمای ما دلا دلا نباید راه بریم. بعضی از این هواپیما اینقدر کوچولوه که واردش میشی اصلا گریت میگیره و واقعا مثل اون تنگی تابوت و قبر رو به یادت میاره. در صورت بعدش نشسته همراه با هلیکوپتر 45 خودرو شامل 2 اتوبوس برای خبرنگاران رسانه ها،
یک واحد سیار ارتباطات ماهواره‌ای، یک خودرو همراه با گروه عملیات ویژه نظامی نیز برای سفر رئیس جمهور آمریکا به استرالیا آورده شدند. یک گروه پزشکی همراه با آقای اوباما به استرالیا آمده، اما از جمله همراهان دیگر اوباما باید به تعدادی از سخنرانی نویسان او نیز اشاره کرد. کادیلاک اختصاصی رئیس جمهور آمریکا به نام هیولا، اینجا بهش میگن بیست، به نام هیولا در سفر به استرالیا او را جابجا میکند. ضخامت بدنه این خودروی ضد گلوله 100 میلیمتر است، 10 سانت، چرخهای ضد پنچری دارد. درهای این خودرو به سنگینی درهای یک بوئینگ 757 است. خب اینا بعد از اون ماجرای به اصطلاح ترور کندی، اینها خب بیشتر خودشون رو توی این ماشین‌های ضد گلوله و اینها قایم کردن. ضمن اینکه همین‌ها همون روز اولی که انتخاب میشن میان در دو خیابون یا یک خیابون که از مجلس مستقیما راه میاد تا بره کاخ سفید و بره اون خونه رو از نفر قبلی، رئیس جمهور قبلی، تحویل بگیره. و به اصطلاح اینجا هم سیستمش یه سیستمیه که خیلی به این صورت نیست که اینها شاه باشن یا ولی فقیه باشن که اگر این کشته شد دیگه حالا کجا ولی فقیه بیاریم، از کجا ولی فقیه پیدا کنیم که وقتی خواست مادرش بزاد این آمده بیرون گفته یا علی مامان جون من بیام کمکت کنم. اینجوری نیست. آقای کندی مرد، بلا فاصله نخست وزیرش شد رئیس جمهور، سوار هواپیما شد و آمد و چیزها رو به اصطلاح مسئولیت‌ها رو در دست گرفت. و پس از اون هم اگر اون هم یه طورش میشد، سخنگوی مجلس نفر سوم این مملکت هست دیگه، حالا نفر چهارم ایناش نمیدونیم، ولی این عکس اون کادیلاک هست با شماره گذاری قشنگ نشون داده که چی هست و کجا هست. جالبه که این هر کی بوده خیلی خوش سلیقه اینا همه رو، حتی شماره ها رو با ایرانی با فارسی نوشته توضیحاتش رو، که مخزن سوخت شماره 1، نمیدونم ردیف صندلی عقب، این اون، و همه رو توضیح داده. اگر شما هم میخواین که این رو بیشتر ببینید، تا دو سه روز دیگه یعنی تا دوشنبه من اینو نگه میدارم، میتونید با ارسال یک ایمیل بخواین که ایمیل مربوط به سفر آقای اوباما به استرالیا و یا نوع ماشینش و اینها رو براتون بفرستم. نذارید سه سال دیگه سال 2018 زنگ بزنید بگید آقای سوربی یه برنامه نشون دادی، دارم یه برنامه میبینم مال سال 2015 است، توی برنامه میگید اگر اینو ایمیل میخواییم براتون بفرستم، این شعر یا این عکس یا فلا. قربونت برم، ما اگه بتونیم این همه چی نگه داریم که ما بعد شرکت های آی بی ام و اینا احتیاج به سرور و استوریج و اینها داریم. و اما اون مقاله‌ای که بهتون گفتم که آقای مهرداد خانساری نوشتن، اجازه بدید من اینجا این رو یادداشت کنم. بله، در الان به شما نشون میدم، در یه نشریه‌ای به نام میهن هست و اجازه بده از رو خود این بخونیم که اگرم اشتباهی میکنیم شما دوستان بتونید ما رو تصحیح کنید و با هم، همه با هم، البته هر کی میگه همه با هم منظورش همه با من. آقای مهرداد خانساری نوشتن که شرایط هرگز مثل امروز نبود، توافقی که به منظور حل پرونده هسته‌ای تحت لوای برجام یا به عبارت دیگر برنامه جامعه اقدام مشترک در تاریخ 23 تیر ماه در اثر مذاکرات پیچیده میان دکتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با همتایانش در کشورهای 5+1 به ثمر رسید، از اهمیت ویژه‌ای در تاریخ 36 ساله جمهوری اسلامی ایران برخوردار است. شاید از لحاظ اهمیت و درجه حساسیت بشود حل پرونده گروگانگیری 444 روزه در سال 1981 و پذیرفتن قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال 1988 به منظور پایان دادن به جنگ خانمان سوز ایران و عراق را در سطح مشابهی برای جلوگیری از عواقب
سناریوهای هولناک و غیر قابل پیشبینی برای کشور قرار داد. به هر حال تأمین این توافق و آماده ساختن زمینه برای از میان برداشتن تحریم‌های اقتصادی و از همه مهمتر رفع خطر یک درگیری نظامی ناخواسته دیگر در منطقه علارغم هزینه سنگینی که به لحاظ لجبازی‌ها و ندانم کاری‌های دولت احمدی نژاد بر ملت ما تحمیل شد، نهایتاً دستاورد فوق‌العاده مهمی است که در اثر مساعی دولت روحانی و پشتیبانی کلیدی رهبر جمهوری اسلامی حاصل گردید. اینک دولت میتواند زمینه برای اقدامات مثبت و ضروری در راستای بازسازی اقتصادی کشور و تأمین رفاه زندگی روزمره مردم را به جریان بیندازد، شرایط در جهان و به ویژه در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس برای پیاده کردن چنین برنامه‌هایی هیچ وقت در طول سنوات گذشته تا این حد برای جمهوری اسلامی میسر نبوده است و ایران میتواند امروز با اتخاذ سیاست‌های درست و با درایت به منظور استفاده از این فرصت بیمانند تاریخی ضمن جبران خسارت‌های گذشته، موقعیت و جایگاه مستقل و ممتاز ایران و مردمش را در میان کشورهای جهان و عرصه بین‌المللی مسجل سازد. اگر این مقاله رو میخواین، همینجوری که بهتون گفتم این سرتیتر رو شرایط هرگز مثل ایران نبود به فارسی توی گوگل تایپ کنید پیدا میشه، اگر نه برای من یه ایمیل بفرستید، من براتون تا دوشنبه میتونم اینها رو داشته باشم، اینجا نگه دارم و بفرستم. یه مقاله ای رو کیهان لندن نوشته که اگر میخواهید، من اول دو سه بار خوندمش گفتم شاید اشتباه میکنم، نوشته اگر میخواهید ایران بمباران شود پس به توافق هسته‌ای رأی مثبت بدهید. یعنی ببینید نظرات چقدر با هم متفاوتن. حالا ما سعی میکنیم هم از این طرف افرادی که مثل آقای مرداد خانساری صحبت میکنن نظرشون رو بگیریم، هم از اون طرف افراد تندروی مثل سازمان مجاهدین که اونها دنبال این هستن، تبلیغاشون هر روز توی تلویزیون‌های آمریکایی پخش میشه و اینها حتی دروغ میگن به مردم آمریکا. به مردم آمریکا میگن تا این توافق انجام بشه خامنه ای 100 میلیارد دلار پول از آمریکا میگیره. به اینا نمیگن که این پولا اولا مال ایران بوده، مال آمریکا نیست، دوما خامنه ای نمیگیره، حسابی هست، کتابی هست. حالا درسته میدزدن و میبرن و میخورن و حتی توی فیسبوک دوستان ایرانی شوخی میکنن میگن آقا پول رو ندید، هنوز پول رو ندادید، نمیدونم چند میلیاردش دزدیده شده، ولی اونی هم که میخواد توضیح بده باید توضیح درست بده و توی این به اصطلاح چی میگن بگیر ببند از آب گلالود ماهی نگیره. و اما یک نمایشی هست در لس آنجلس، نمایش ماتریوشکا، پارسا پیروزفر نویسنده، کارگردان و بازیگر این رو روی صحنه میاره، سپتامبر 13, 20 and 27، یعنی 13 سپتامبر، 20 سپتامبر و 27 در تئاتر وست، آدرسش هم هست کاهنوگا بولوار، بله آدرسش هم دادن، لس آنجلس هست. حالا اگر این دوستانم بخوان میتونن از تلویزیون مردم استفاده کنن تا این آگهی رو هر روز برای این اون انجام بده. ما یه دفعه به عنوان پابلیک سرویس، به عنوان سهم خودمون که برنامه‌های ایرانی رو حمایت کنیم، اینو اناونس میکنیم، پروموت میکنیم، در موردش صحبت میکنیم، ولی شما انتظار نداشته باشید ما هر روز بیان برای شما تبلیغ مجانی انجام بدیم. اون وقت یک کمی خدای ناکرده میشه کار کردن خر خوردن یابو. و اما اجازه بدید از پتروس تشکر کنم. پتروس گاهی وقتا نوشته هایی که میفرسه خیلی جالبه. 3 نوشته برای من فرستاده بود از جمعه هفته گذشته تا حالا که اینها رو توی این شلوغی و صحبت و مصاحبه و اینها یادم رفته بود بخونم و امروز براتون میخونم. ایشون نوشته که کاکو جون در برنامه جمعه اشاره‌ای به دوستان یهودی کردید، آیا اطلاعی از خاندان راتچایلد و دارایی آنها که از کل ثروتمندان جهان بیشتر است و اسرائیل را یکی از پسرانش تأسیس کرد دارید؟ اگر نه 65 صفحه در گوگل موجود است که از سال 2012 من اونها رو دارم.
The History of the House of Rothschild. Rothschild آقای اجلالی هم در موردشون صحبت کرده. ضمناً ایشون میگه که من شعری از سعدی هم که هم افقی و هم عمودیش یکی هست براتون مینویسم. میدونید میگن چنگیزا وقتی مینویسن هم افقیش رو میشون بخونین هم عمودیش، که من همیشه فکر کردم چجوری همچین چیزی امکان داره، کسی اگه میدونه توضیح بده. ولی این میگه که این شعر شما چه از افقی بخونید چه از عمودی، از چهره افروخته گل را مشکن افروخته رخ را مرو، تو دیگر به چمن گل را تو دیگر مکن، خجل ای مه من مشکن و به چمن ای. بی خود نیست که هم افقی میشه بخونی هم عمودی، چون من اصلا معمولی هم نمیتونم بخونم این شعره، یا چون فارسی نوشتید به هم ریخته شده، یا چون آقای سعدی همشهری عزیز من خیلی میخواسته. راستی چجوری ما افقی میخونیم عمودی میخونیم؟ خب افقی مینویسیم افقی هم میخونیم، اگه عمودی هم بخونیم. حالا بعضی شعرها بود میگفتن چه از راست بخونی به چپ چه از چپ بخونی به راست یکی میشه، ولی ما تو فارسی عمودی نمیخونیم. که بله بعضی شعرها هست اول هر به اصطلاح دو بیتی یا اول هر مصرعی اگه اینا رو بخونی خود تمام اون شعره میشه. در صورت اگه دوست داشتی پتروس در این باره یه زنگ بزن صحبت کن، یا ایمیل بفرست یا تکست بفرست. بله میگه که من الان برنامه رو دارم میبینم، مال اون هفته است، در مورد اکبر کله‌پز و احمدی نژاد و بوش شغال بیشه مازندرانی ندارد جز سگ دنبالش پاک شده، جز سگ مازندرانی. این جمله رو من نمیدونم اینجوری باشه یا نه، ولی شنیدم که یعنی بعضیا بالاخره همون ضرب المثل سنگ شکن لازم داره، میشه این رو هم گفت. اصلا ممنونم. یک سازمانی هست مادران بر علیه فقر. آخه این بر علیه فقر هم وقتی میگی یعنی اینا با چیزی جنگ ندارن، این بنده خدا تلاش میکنن که به اصطلاح این فقر رو در جامعه از بین ببرن، مخصوصا برای مادرانی که بچه هاشون به خاطر فقر مادر و خانواده دچار سوء تغذیه میشن یا احتمالاً مجبور میشن حتی در سنین کودکی کار کنن. این دوستمون اینجا نوشته ما فرزندان ایرانیم، خب فرزندان ایران زمین هستیم، یا من ایرانیم نمیدونم. در صورت نوشته Rise up for the children of Iran، به پا خیزید برای کودکان ایرانی. اگر کسی هست مایل اینها رو حمایت کنه تماس بگیری، من براتون این ایمیل رو بفرستم، آدرس و اینهاشون رو بذارید باز بهتون اینجا نشون بدم. اینها به نظر میرسه فعالیت های انجام میدن و اینها قبول کردن که دولت فکر خودشون هستن و خانواده هاشون، و میگه که ما باید به عنوان جامعه بریم و به این بچه ها کمک کنیم، چون بچه ها سرمایه های فردای ایران هستن. بعضی ها میشونن بشینن یه بگن آقا ما پول نفت داریم، چرا دولت پول نفت رو نمیده؟ خب برای که تو بیورزه هستی نمیتونی بری از دولت بگیری پول نفت ما رو بیاری بدی. نوشته که اینا شما میتونید اسپانسرشیپ بشید برای ساختن مدرسه و درمانگاه و اینها، و 5000 دلار 10000 دلار احتمالاً اسم بیزینستون رو میگن، احتمالاً اینها به اصطلاح شرکت‌های نان پروفیت اورگانایزیشن هستن، شرکت‌های غیر انتفاعی هستن و میتونید باشون تماس بگیرید. ایمیلشون اینجا نوشته delfarib5@gmail.com. حالا نمیدونم اسمشونه فامیلشونه، و به نظر من کسی که میخواد پول به اصطلاح بگیره برای کمک نباید حتی اگه اسمش دلفریب باشه حرف فریب و اینها رو داخل این بیاره. یه ایمیل قشنگتری مثلا کمک به بچه ها help children help Persian children یا kids هرچی. در صورت ما توی این کار هنوز قدم های اولیه رو برمیداریم. دیروز بود من داشتم اخبار راجع به این کشت شدن یک خبرنگار و یک
گوینده رو، یک فیلمبردار رو مال یه استیشنی همینجا توی ویرجینیا دنبال میکردم. بعد اون کسی که چیز بود گفت که اولا مردم اینجا چون اینا رو میشناختن آمدن مجالس مثل مجلس ترحیم یا مجلس یاد بود در جلوی همون ساختمون رادیو تلویزیون. بعد میگفت که ما دیدیم که بوی چوب میاد، سوختن چوب، و بعدم دیدیم بوی باربیکیو میاد، بوی گوشت کباب کردن میاد. رفتیم ببینیم چه خبره، دیدیم که یکی از رستوران ها یک کامیون خیلی بزرگی رو آورده اینجا، بهش میگن مثل لانچ واگن، بهش میگن استیشن واگن، یا تو ایران میگفتیم مثل اونه. اصلا کلمه این واگن از موقعی که اینا گالسکه داشتن، یادتونه یه چیزای سفید مینداختن زن و بچه رو برمی‌داشتن از این ور آمریکا میرفتن اون ور آمریکا، اینا درست شد. و میگفت که وقتی رفتیم نزدیک دیدیم که هر کسی که از این ساندویچ میخره یا خوراک میخره، اینها نمیگن بهش $5 $10، میگه ما پول نمیگیریم، برو اونجا توی اون قطیه پول بریز. دوستان دقت کنید، طرف رستورانش رو یا بیزینسش رو آورده، وسایل خریده، کارگرش رو آورده، باربیکیو را انداخته، منقل رو نمیدونم اجاق و اینها، میگه که ما به خاطر کشته شدن این دختر 24 ساله و پسر 27 ساله فوری یه اسکالرشیپ را انداختیم. اسکالرشیپ هم بورس‌های تحصیلیه، اینا گرانت دارن، بورس‌های تحصیلی دارن، چریتی دارن، همه چی دارن. اینی که من میگم ماها بلد نیستیم، تو کشور ما یه چیزی به نام اوقاف را افتاد، متاسفانه به خاطر اینکه شاهان ما نوکران دست و پا بسته آخوندها بودن، اوقاف یا همون چریتی هم 100% زیر نظر آخوندها بود. ور کسی هم مسئول اوقاف میشد ممکن بود کت شلوار کراوات باشه، ولی حقیقتا یا باید متولی باشه و یا باید به اونها وابسته. بعد خود اینا سوء استفاده میکردن، هر کسی فامیلی داشت، آشنایی داشت، میرفت به اسم زمینهای اوقافی این زمینها رو میگرفت، بعدن یک کنارش رو یه مرغداری، یه مزرعه، یه چیزی درست میکردن، ولی باقیش رو میفروختن به این و اون. اجاره های 99 ساله، یعنی اون قسمت هم حالا چه به نیت خوب درست شده بوده چه با نیت بد، متاسفانه به خوبی انجام نگرفت. حالا ما باید از اینا یاد بگیریم، کار والانتری یا داوطلبانه، انجمن های چریتی یا خیریه، سازمان های غیر دولتی، سازمان های غیر انتفاعی، اینا رو ما باید، اینا که 300-400 ساله، ولی اینها چون از یک کشورهای دیگه اومده بودن که 2000 سال 3000 سال قدمت داشت و ناراحتی های اونجا رو اینجا که رسیدن درست کردن، ایرادا رو درست کردن، ما دیگه نباید بریم از اول چرخ رو اختراع کنیم، باید خیلی قشنگ مثل یک دسته گل اینا رو کپی بزنیم و عمل کنیم. به امید اون روز. باز هم ممنون از این مادران بر علیه فقر، اینجا اسمش هست، نوشته که بله اگرم خواستید گفتم بهتون، برای من بفرستین Moms Against Poverty MAP، در میگن که شما رو دعوت میکنیم که بیاین توی سان فرانسیسکو هم هست، توی سان فرانسیسکو. مالا شاید اینو برای دوستم پرویزم بفرستم، چون آدم خیری هست، بره اونجا کمک کنه، به اونها هم بگه که تلویزیون مردم به اصطلاح از طریق تلویزیون مردم فهمیدم و اونها هم آگهی هاشون رو در تلویزیون مردم بذاره. یه اشکال خیلی بزرگی که من توی سازمان های خیریه دیدم اینه که تا بهشون میگی آگهی، میگه آقا ما سازمان خیریه هستیم. بابا صلیب سرخ هم اسمش سازمان خیریه است، ولی 97% پولش رو خرج تبلیغ و اداره کردنش میکنه تا 3% از مردم بگیره، ولی بازم افتخار میکنه که اگه 100 دلار میگیره 3%شو داره خرج نیازمندان میکنه. ولی شما میخواین 100 دلار که میگیرین 100 دلارشو خرج نیازمندان کنید، هیچ وقت 1 دلار هم نمیگیرید. حالا کی زرنگ تره؟ میخواین مثل صلیب سرخ و مثل سازمانهای دولتی و غیر دولتی آمریکا کار کنید، یا میخواین مثل خودتون کار کنید؟ بریم آگهی رو ببینیم و یه دوتا فیلم کوتاه هم ببینیم، منم یک استراحت کوتاهی بگیرم و بیام خدمتتون. جالبه، من برنامه های آقای حمید احمدی رو نگاه میکنم، همون دقیقه اولی که شروع میکنه میگه بریم حالا یه استراحت کوتاهی،
آقا میدونم قبل از برنامه رفتی زحمت کشیدی، دوش گرفتی، وسایل آوردی، چیزها رو گذاشتی، آماده شدی، ولی برنامه بیننده که داره شما رو میبینه بگو بریم یه آهنگ خوب بشنویم بیاین. چه استراحتی؟ مگر چی میگن با پتک سنگ کوه ها رو شکستی؟ بریم دوستان آگهی ها رو ببینیم و دو تا فیلم کوتاه هم بعدش ببینیم و برگردیم با هم باشیم. مرسی. آگهی. سی و دو سال سابقه کار در آمریکا، لایسنس، باند، بیمه، کهن خانه خیش پیراستن به از خانه اجاره‌ای نشستن. خانه کهنه و قدیمی خود را توسط پتروس هندیمن به خانه شیک و دلخواه مبدل سازید. انجام کلیه کارهای ساختمان، لوله کشی، نجاری، نقاشی، کاشیکاری، برق و غیره. پتروس هندیمن به 3 زبان فارسی، ارمنی و انگلیسی صحبت می کند. ساعت کار 7 روز هفته، از 7 صبح تا 7 شب پتروس در خدمت شماست. شماره تلفن 818-209-6052. ایشون نوشته که عضو 08 ایرانیان هست، ضمناً از پذیرش و انجام کار در بیورلی هیلز معذوریم. دفتر حقوقی لطیف زمانی، کارهای حقوقی خود را با اطمینان خاطر به ما بسپارید. لطیف زمانی بهترین مشاور و همراه شما. ثبت شرکت ها و مؤسسات تجاری طبق قوانین و مقررات انگلستان. پذیرش نمایندگی برای شرکت ها و مؤسسات تجاری از هر نقطه جهان. اخذ ویزای دانشجویی، تنظیم قراردادهای تجاری، رفع مشکلات اعتباری، دریافت ویزای سرمایه‌گذاری و تجاری، تهیه و ارسال اقلام مورد نیاز شرکت ها و مؤسسات تجاری طبق مقررات انگلستان. موبایل 0-79-58-21-19-11. لطیف زمانی غیر ممکن را ممکن می سازد. You are going to hear a lot of arguments against this deal. And if the rhetoric sounds familiar, it should. For many of the same people who argued for the war in Iraq are now making the case against the Iran nuclear deal. Weapons of mass destruction. A dictator who oppresses his people and flouts the mandate of the international community. Nuclear armed Saddam will place the security of our entire world at risk. Doesn't this sound familiar? So too, Iran's regime poses a grave threat to the peace of the entire world. Same people. Procuring materials that could only be used in nuclear weapons. Same playbook. They tried to create a nuclear program, not a peaceful nuclear power plant. They're the enemy of us. After 2 years of negotiations, we have achieved a detailed arrangement that permanently prohibits Iran from obtaining a nuclear weapon. This deal is an act of surrender. They are on a path to nuclear weapons unless somebody uses military force. The choice we face is ultimately between diplomacy or some form of war. A new war with Iran would destabilize the entire region and increase radicalization and terrorism. We've already spent $4 trillion on the wars in Iraq and Afghanistan. More than 6,800 of our soldiers were killed. Over 52,000 were wounded, with countless more coming home with serious mental health issues. And over 154,000 civilians were killed. More than a decade later, we still live with the consequences of the decision to invade Iraq. The experts were wrong then. Weren't you one of the people who was in favor of going into Iraq in the first place? And they're wrong now. It's irrelevant to the circumstances we face now. I know you keep saying that, but it is relevant to a lot of people. Don't let them fool us again. دستمال کاغذی میارم، من بچه شمالم،
دیگه طاقت ندارم، از تنبلی بیزارم، اول خدا رو دارم سپس شما رو دارم. وای که چه دستمالیه، این دستمالا عالیه، تازه اومد به بازار، منو دیگه تنها نذار. خدا خودش خوب میدونه این دستمالا چه ارزونه، چه دستمالیه خیلی عالیه، بخرین ازم یه دونه. حالا بیا کاری بکن، پاکتمو خالی بکن، بگیر و برو این دستمالا رو، اگه نگیرید میمونه. سر سفره میشینم شما رو دعا میکنم، نگاه به ساعت میکنم، پنجره رو وا میکنم، میگم خدای مهربون شما رو نگهداری کنه، هر کی هر حاجتی داره خدا اونو یاری کنه. من توی زندگیم دستمال میارم هر روز، یه کمی ازم بخرین تا که نرم من از سوش، بود و نبوده منم فرقی براتون نداره، یکی دیگه جای من واسهتون دستمال میاره. دستمال دارم من بیچاره، من که برم به جز من هستن چند تا بی بله. ممنونم دوستان عزیز، دیدید این رو و شنیدید، نظرتون درباره این جوانها چیه که به جای اینکه بشینن و قوزی روی قوز پدر و مادرها باشن یا باری بر دوش اونها باشن، به یک کاری به اصطلاح دست میزنن تا این شرایط و تا این زمان مشکل بگذره. من اینها رو خیلی به اصطلاح براشون احترام قائلم و به قول معروف درود و سپاس بر اینها باد. خب دوستان عزیز، وضع پناهجویان در اروپا خیلی بده. ما یکی از افتخاراتمون اینه که تا حالا چندین نفر رو در جاهای مختلف دنیا با مصاحبه‌هایی که انجام دادیم اینها تونستن پناهندگی بگیرن و از این بابت به خودمون میبالیم و من باورم بر اینه که هر کسی به هر دلیلی اجتماعی، سیاسی، بی دلیل، هر چیز دوست نداره یه جای زندگی کنه، باید آزاد باشه بتونه بره هر جایی که دوست داره زندگی کنه. و یکی از اون مفاد قانون حقوق بشر همینه. حالا بعد اینها اومدن حتی همین کشوری که من توش هستم یا کشور اروپا که کسی که میخواد بره ویزا باید داشته باشه، اینجوری باشه، کسی که میخواد اونجوری باشه، فلان پناهنده، اینها خودشون رو مسخره کردن. ولی بشر باید آزاد باشه، هر جایی که میخواد بره با شرایط اون شهر بتونه کار کنه، درآمد داشته باشه، زندگی خوبی برای خودش داشته باشه. مطمئنم که اگر اینجوری بشه، مطمئنم که خیلی ها از یک کشورهای دیگه میرن یه جای دیگه، بعد میبینن اونجوری که فکر میکردن نیست، دوباره برمیگردن میرن، یه کسای دیگه از اون کشورها میرن کشور اونا کار میکنن. و همیشه آدم ها فکر میکردن که اون ور این نرده یا حیات بغلی چمنش سبزتره، اصلا این ضرب المثله که فکر میکنن که بعد دنبالش همینه که میگه هر به هر کجا که روی آسمان همین رنگ است. بذارید مردم برن آزاد باشن. و من یادمه بعد از اینکه دیوار برلین رو به اصطلاح بین آلمان غربی و شرقی پایین ریختن و این شرقی ها آمده بودن آلمان، یه وضع بسیار بدی در آلمان بود، چون اینها میگفتن که حقیقتا ما آلمانی هستیم و این خارجی ها باید برن بیرون. و شما میدیدی که این برابر نوشته بود آوسلندر غاوس، یعنی خارجی برو بیرون، البته مؤدب هم نیست، خارجی گم شو، یعنی هم چیزی. و اون موقع هم یه سری درگیری و اینها بود، ولی مجددن الان هم قبرس و یونان و هم دو سه تا کشور دیگه شدیدن این مسئله پناهجو و پناهنده و رفتار مردم، و این چیزی نیست به غیر از اینکه دولت هایی که اونجا سر کار هستن اینها آموزش های به اصطلاح لازم رو به شهروندانشون نمیدن، برای اینا توضیح نمیدن که بابا این درسته اینجا پناهنده است، ولی ما بابت این از یونایتد نیشن داریم پول میگیریم.
و بابت این حتی از اون دولت مطبوعشون داریم پول میگیریم. اینایی که پناهنده شدن بعد میان اینور و میگه من که پناهنده نشدم، من داداشم یه بیزینسی داشت، منم آمدم اینجا. خبر ندارن اولین روزی که شما رفتی یه جا تقاضا کردی برای پناهنده شدن، اونا اولین کاری که کردن اسم و فامیل و لیست شما رو دادن به اون کشوری که ازش آمدی. یعنی فقط شما گول خودت میزنی. اگر کسی از یک کشوری اینقدر ناراحت بوده که از اونجا بلند شده آمده بیرون، باید افتخار کنه به این که پناهنده است و زیر بار زور اونها نرفته. اینه که من از سالی که آمدم اینجا، سال 1986، هنوز اون مدرسه اکابر کلاسای ESL انگلیش از سکن لنگویج میرفتیم، دوستان دیگه‌ای داشتیم. طرف دکتر بود، سالها مونده بود توی آلمان که کار پناهندگیش درست بشه بیاد اینجا. خانمی بود، آقایی بود، یادمه یکی از اونا میگفت که من بله ماشین خریدم آمدم اینجا و داداشم برای من گرین کارت گرفته. شبا بین برنامه کلاس، خب زنگ تفریح بود، زنگ تفریح هم برای آدمای بزرگسال، حالا تازه ما اون موقع مثلا 30 سالمون بود، ولی کی میتونه حالا بهشون بگه سر 5 دقیقه برگردید. خانم آمریکایی بود درس میداد، میگه حالا برید یه بریک بگیرید بیاین، که میرفتن همه سیگار میکشیدن. اون موقع هم تو سالن نمیشد بکشی، ولی همه تو سالن مدرسه، تو مدرسه میکشیدن. بعد وای میسادن اینا اینو میگفتن. من یکی دو بار با این دوستان وقتی که صحبت میکردم، دیدم همه این دوستانی که آمدن تو کلاسی که برای پناهندگان گذاشتن زبان یاد بگیرن، ثبت نام کردن و دارن صحبت میکنن، به خودشون دروغ میگن، به همدیگه هم میخوان دروغ بگن. از من پرسیدن آقا شما چگونه اومدی؟ گفتم والا اینجوری که شماها میگید من مجبورم حقیقت رو بگم. من آقای رونالد ریگان چون دید تعداد افراد ایرانی توی آمریکا زیاد شده و اینها مشکل دارن وقتی که میمیرن تو تابوت نمیخوان بخوابن، وقتی میمیرن احتیاج به مردشور دارن، نگاه کردید مردشور ندارن، نامه نوشت برای من، گفت آقای سوربی دستات گنده است، خوب میتونی این مرده ها رو اینور اونور کنی و بشوری، شما بیا اینجا بشو مردشور ما. من هم قبول کردم، فوری همون ایران توی شیراز به من گرین کارت دادن. گو آقا گرین کارت چی؟ اصلا گرین کارت رو منگنه کرد به سیتیزنشیپی فرستاد مانده. ما اینه که گفتیم همه این دوستان از ما بدشون اومد. آقا این چه حرفیه؟ یعنی ما دروغ میگیم؟ گفتم کی گفت شما دروغ میگید؟ من گفتم شماها این تعریفایی که کردید، من مجبورم حقیقت رو بگم. شماها چرا از حقیقت گفتن من اینقدر ناراحت شدید؟ بعد دیدم عکس آقای حسین شهابی رو تو پله‌ها زده بودن، با انگلیسی نوشته بودن امروز این پناهنده یاد گرفت که چگونه نمیدونم این کار را انجام دهد تا در آمریکا موفق شود. مگه ما از رو میریم؟ بازم آقای حسین شهابی اومد گفت من پدرشون رو در میارم، من میرم اینا رو سو میکنم، من پناهنده هستم. گفتیم آقا کتابی و شر به پا نکن، افتخار کنید، هر جا میرید بگید پناهنده هستید، که 10 تای دیگه هم بگن پناهنده هستیم، که مردم بفهمن آخوندی که قول داد چه میکنه و چه آزادی میاره و فلان چه بلایی به سر مردم آورد، که بعضی ها نشستن امروز میگن صد رحمت به اون کفندوز اولی. همین کارا رو کردید که امروز اون ساواکی میتونه به خودش جرأت بده بیاد بیرون بگه من ساواکی بودم و در 26 سال به اصطلاح عمر ساواک ما همه وطن پرست بودیم. ای بی ناموسا، شما وطن پرست بودید؟ پس ملت وطن فروش بودن. چرا؟ برای که من و شما دروغ گفتیم تو کلاس زبان. اون یکی وایساد گفت من خواهرم شوهر کرده به یه آقایی که اصلا فقط مهر ویزا میزنه. این آقا شب با خواهر من که هست میگه هر کیو میخوای بیا من براش ویزا بزنم. تو خجالت باید بکشیم. اون وقت این دوستمون میاد تقویم چاپ میکنیم این سه 2574، بعدم با افتخار میگه من میدونم این غلطه، ولی خب دیگه حالا درست میکنم، پول زیادی هم میدم، بدهکارم هستم. شما ببینید این خانم یه بیزینس لیدی ایرانی در آمریکا یه کار غلط رو داره پابلیش میکنه، پروموت میکنه، تبلیغ میکنه. خب چه فرقی داره به اون آخوندی که یه چیز غلط رو هم خودش میدونه غلطه،
هم تبلیغ میکنه، هم دروغ میگه، هم ازش پول میسازه. چه فرقی میکنه؟ پریشبا بعد از برنامه آقای مینویی با ایشون تماس گرفتم، گفتم آقای مینویی من بارها شنیدم که شما میگید من دنبال پادشاهی پارلمانی هستم که پادشاه انتخاب بشه. پادشاه توسط کی انتخاب میشه؟ پارلمان یا توسط مردم؟ مثل کدوم کشور؟ خب به من بگید. و ایشون خندید. گایسور من میدونم ما تو ایران حتی پادشاهی داشتیم که بچه متولد نشده بوده در شکم مادرش شده پادشاه. خب وقتی ما ملت اینجوری هستیم لیاقت چیزی بیشتر از این آخوندها داریم؟ خب وقتی میگن خلایق آنچه لایق بود دادند، یعنی همین دیگه. خودمون انقدر دروغ میگیم، بی مطالعه حرف میزنیم، و بعد برید بشنوید صحبتهای آقای دکتر نصر احمدی، این آقای ناصر توکلی، من نمیدونم آقای که توکلی شما چند کلاس سواد داری؟ بابا دیگه شما تاریخ رو که نمیتونی خراب کنی، عوض کنی. هی میاد از بیکاری زنگ میزنه، بعد اینجوری حمله کردن به این. حالا بله شما تازه بزن حمله کن، 100 نفر داد بزنید صدا اینو خفه کنید، ولی حقیقت رو که نمیتونید شما کتمان کنید. این ماجرای ماست. بله، پناهجویان در اروپا چه باید کرد؟ یونان چی شد؟ یونان این نخست وزیره فکر میکرد که این ماجرا کش میاد و این همینجوری محبوب میمونه. وقتی که اونها توافق کردن و قرار شد پول بدن، مثل که تنها کسی که سرنگون شد این بنده خداست، استعفا داده، حالا دوباره میخوان انتخابات را بندازن. فکر کنم این پولای مال اتحادیه اروپا را و آلمان میخوان خرج انتخابات کن. و اما صفحه بایگانی تلویزیون مردم به همان شکل سابق برگشت، ممنونم از آقای فرهاد. و درباره جیمیل هم گفتم که کم کم داریم دیوونه میشیم از دستش، نمیدونیم چه باید کرد. ساعت 3:18 است، ساعت 4 بعد از ظهر امروز آقای حسن ارشاد 48مین برنامه خودشون رو از تلویزیون مردم پخش میکنن. ایشون خیلی فعال هستن، روی یوتیوب، سوشال میدیا، فیسبوک فعالیت دارن، میتونید دنبالشون کنید، میتونید باشون در تماس باشید، با شماره تلفن، با ایمیل، و سوالاتتون رو مطرح کنید و نظراتتون رو هم بهشون بگید. این ویدیوهایی که گفتم یه تیکه کوچولوشو ما به شما نشون میدیم که یک دختر خانمی با لهجه اصفهانی، من نمیدونم واقعا دیگه اینا شوخیه یا خانوما اینقدر واقعا دیگه خودشون رو به این صورت لولو در میارن. ببینید خود. لطفاً پسرای دهاتی و بدتیب نیان تو پیج من، مرسی. لطفاً دخترای دهاتی و بدتیب نیان تو پیج من که خوری کنن. آره بعدش هم میبینید اون یه سگه هست و یه بچه کوچولو و اینا، مادره هی به سگه میگه، به بچهش میگه که بگو مثلا بابایی یا محمد یا هر چیزی، سگه زودتر از بچه میگه برای که میخواد خوراک بخوره. سگا رو دست کم نگیرید، خیلی باهوشن. من فکر کنم نشون دادن این ویدیوها خداییش بگم از برنامه هر کدوم از ما مجریان که بگیم بهتره. اول از خودم شروع میکنم. اتفاقا امروز داشتیم با این دوستمون صحبت میکردیم، نه دیشب بود، با دوستم از بوستون، و ایشون میگفت که آی سوری من خیلی خوشم میاد شما میگید برید بگردید، اگه جای دیگه برنامه بهتری هست بیاین به منم بگید. میگم به خدا شوخی نمیکنم، خب چیه من میام میشینم اینجا اینقدر بنویسم و اینقدر مقاله جمع کنم اینها؟ بیا بگیم. خیلی از چیزها رو شما 2 ساعت قبلش دیدین و خیلی از چیزها رو هم میگید که خب حالا سو وات، یعنی که چی؟ ولی اگه یه برنامه بهتری باشه میریم دو تا چیز یاد میگیریم، دو تا حرف جدید، دو تا به اصطلاح شوخی، خنده‌ای و الاخر. خب من در رابطه با تاریخ و امور بین الملل‌ها و جنگ‌ها با محوریت ایران و شیعیان کار میکنم جناب سوروی. هر وقت که وقت داشتید دوست دارم زنگ بزنم و صداتون رو بشنوم. استاد تو رو خدا آقا محسن به من نگو استاد. من برای هر کسی مینیسه استاد میگم آقا هی به این اون نگید استاد. به اینا میگید استاد، بعد نمیتونید از این چی میگن، از این منبر استادی بیارینشون پایینا. دیدم که برای آقای حسن ارشادم که ساعت 4 بعد از ظهر اینجا برنامه دارن مینویسن آقای استاد حسن ارشاد. این کلمه استادی یه نفر بیاد برای من توضیح بده استادی چیه، از کجا به دست میاری، چه مقامیه،
در رابطه با این مدارک جدید دنیا که نمیدونم لیسانس هست، فوق لیسانس هست، دکترا هست، اینها اون چی هست؟ پروفسور هست هرچ. اون چه مقامیه که مترادف میشه با استادی؟ بعد برای این دوست اون نوشتم شاگردی روزگار کردم بسیار، در کار خود هنوز استاد نیم، استاد نیستم، پس به من نگو استاد. مرسی. برگردیم دوباره بریم توی فولدر لایف و راحت شدم اقلا دیگه این ایمپورتنت رو اینجا نمیبینم. بریم توی برنامه لایف جزئیاتی از این شرایط هرگز مثل امروز نبود رو براتون خوندم، نمایش ماترویاشکا رو براتون توضیح دادم و اون سه تا نوشته آقای پتروس رو هم خوندم، این مادران against poverty رو هم براتون خوندم. و اما جشن روششانا هست، این دوستان یهودی جشنای زیادی دارن و من تا امروز با وجودی که توی شیراز ما خیلی دوست یهودی داشتیم، حتی یکی از اونها من رو وقتی تو هوا برد بودم میخواست ببره اسرائیل قبل از سال 1350 و اینجا هم دوستان یهودی هستن، هیچ وقت من ندیدم اینا مراسم به اصطلاح سوگواری عزای نمیدونم چی میگن مذهبی داشته باشن، ولی از اینا میخوام خواهش کنم، ضمن اینکه این ایام رو بهشون تبریک میگم، براشون بهترین ها رو میخوام، بهترین شادی ها رو، بیاین برین نخست وزیرتونم بگید بابا جون ما ملتی هستیم که خدا ما رو 40 سال، اگه باور دارید به یهودیت، 40 سال در صحراها سرگردان کرد. حالا این آقای موسی چه مهندسی بوده که اون موقع بلد نبوده از رو ستاره ها و قطنما و هرچ جهت یابی کنه و میگن این مسیری که اینا 40 سال گم شدن امروز اون مسیر رو پیاده که میرن 2 هفته طول میکشه. دوستان عزیز یهودی، خداوند به شما در کتابتون گفته قوم سرگردان، بعد از اون ورم گفته شما chosen people هستید، یعنی شما قوم منتخب هستید. آقا خانم شما قوم منتخبی هستید که قرار سرگردان باشه، چرا زیر حرف خدا میزنید؟ این آقای آریانپور سالها پیش یک پیشنهادی داده بوده به یونایتد نیشن که آقا این کشور عمان رو اسمشو بذارید فلسطین، فلسطینیا رو بذارید اینجا، اسرائیلی هم اونجا باشن، دو تا کشور، اون بتلهام یا اون بتلهام نه اون قسمت اورشلیم اونو بذارید مرکز عبادتی این ستا باشن که اینقدر اینا به هم نپرن، اینقدر همدیگر رو نکشن. آخه شما میخواین چه کار کنید؟ شما اگر قرار دنبال کسی برید باید برید دنبال اونایی که شما را از اروپا اینجوری سرگردان کردن. شما ها که رفته بودید اروپا جا افتاده بودید، شغلای خوب، بانکای خوب، پولای خوب، اینقدر خوب 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 بود که هیتلر عاجز شد از دستتون، افتاد به جونتون. امروز یه نفر مجید قشنگ نوشته بود، نوشته بود مرده مردشون، نوشته بود واقعا وای بر ملت ما که دنبال مرده ها هستیم، منظورش رضا شاه بود، و یه کسی رو برای که یه پلی ساخته یا یه دانشگاهی ساخته هی دور سر خودمون میخوایم بچرخونیم. آقا هیتلر هم این همه سازندگی کرد در که هنوز صنایعی که در زمان هیتلر راه افتاده داره آلمان رو میچرخونه. خب پس باید هیتلر هم مردم آلمان هی حلوا حلوا کنن، ولی نمیکنن، میگن آقا دیکتاتور بود. گفتنی ها کم نیست، من و تو گم گفتیم. روش هاشانا به شما مبارک باد اگر کلیمی هستید، اگرم نیستید اب نداره، برید دوستان کلیمی اگر مهمونی دارن شما برید بخورید و بیاشامید و خوش باشید. گفت عشق هایی کسبه رنگی بود، عشق نبود عاقبت ننگی بود. در روان پزشکی مولانا دکتر عباس گفته خلاصه این که اگر عشق به خاطر شرایط زیر باشد زندگی آینده انسانها متلاشی می شود، اگر فقط به خاطر تنهایی، به خاطر اموال و یا پول، به خاطر از شر پدر و یا مادر خلاص شدن، به خاطر داشتن سکس، به خاطر زیبایی، به خاطر بیماری، فقط برای کمک داشتن و استمداد، تأثیر از دکتر عباس. من
دکتر عباس نمیدونم این کلمه تأثیر از دکتر عباس یعنی چی. ما آمدیم تا فلوریدا، تا اون شهر یونانی هم آمدیم، ولی متاسفانه فرصتی نشد که با شما ملاقاتی داشته باشیم. دکتر عباس لطف کن تلویزیون مردم رو حمایت کن. سفر کردم به هر شهری، دویدم چو شهر عشق، من شهری ندیدم به غیر از عشق. آواز دهل بود هر آوازی که در عالم شنیدم. مولانا، میدونید که آواز دهل با وجودی که صدای قشنگیه، این ساز و دهل از دور خوش است، وقتی که نزدیک میشی گوشت رو آزار میده. آواز دهل شنیدن از دور خوش است. این خیام واقعا من فکر نمیکنم بالا دست خیام دیگه ما کسی داشته باشیم. و اما آقای تریتا پارسی یک مقاله ای رو نوشته خیلی جالب به نام Iranian Human Rights Defender Coming Out Massively in Support of the Iran Deal. میگه فعالین حقوق بشر دنیا به طور دست جمعی دارن میان که از این ایران دیل حمایت کنن. حالا مجاهدینم هی پولاشون رو خرج کنن، هی آگهی بذارن، مرداد عزیز عروسید مبارک، هی آگهی بذارن، هی دروغ بگن. 50 سال زحمت کشیدید، چند سال آقای رجبی دروغ گفت، همه سازمان رو به باد داد. امروز این برنامه دوستان رو توی کانون آوا برید ببینید چه کار کردن اینا با خانواده همین مجاهدین، با خانواده افراد خودشون. یه شعری ببخشید بود، میگه اون که با مادر خود فلان کند، با دیگران چه ها کند. این ماجرای مجاهدینه. و من تعجب میکنم افرادی مثل آقای فیلابی، افرادی مثل مرداد، افرادی مثل علی، افرادی مثل آقای قربانی، نمیدونم آقای قربانی هنوز هم هست یا نه، افراد هنرمندی مثل امیر آرام، اینا ساکتن درباره این رفتار بد مجاهدین به خانواده مجاهدینی که هنوز توی کمپ لیبرتی هست. ای داده بیدم. آقای فیلابی برای من گریه کرد، گفت من نمیتونستم اونجا باشم تو ایران. طرف میاد میگفت که نمیدونم به دخترش تجاوز کردن، به ظلم کردن فلان اینها، و من نمیتونستم کاری بکنم. خب حالا اینجا به اینا چی میگی آقای فیلابی؟ عکس اون خانومه که قدش خمیده، به قول شیرازی ها کتی کتی دولا دولا داره راه میره، و این رو سازمان شما میگه مأمور جمهوری اسلامی. آخه از پهلوانیتون خجالت بکشید. نمیدونم، شاید از من ناراحت که هست، اون دفعه حتی اعلام کرد. دوستان جدیدن ایمیل هایی میفرستن که به اصطلاح فلانی رفته مسافرت، پاسپورتش گم شده و اینا. هر کسی براتون اومد بگید که برید سفارت، سفارت کمکتون میکنه، نه سفارت ایران ها. اگه طرف از آمریکا رفته مثلا ترکیه، حالا اونجا مندخ چیزاشو دزدیدن، بره سفارت آمریکا بگه من آمریکایی ام، پاسپورتم گم شده، دزدیدن اینا، اونا سوارش میکنن میفسنش میان، پول به اینا ندید. چیزی که باعث تعجب من شد شرکت کتاب، حالا نمیدونم اینم دروغی ایمیله یا حقیقت داره، نوشته که خانم هلن، این خواننده واقعا خوش صدا، یعنی به 3 زبون میخونه و خیلی قشنگ میخونه و صدای خوبی هم داره، نوشته که همسرش واهان، همون دیگه ارمنی هستن، خانم هلن ارمنیه، همسرش هم ارمنی، نوشته که در ترکیه به اصطلاح مشکلی براشون پیش آمده و عکسش هم کشیده، عکسش هم گرفتن که روی ما میگیم برانکارد، نمیدونم اینجا چی میگن، استرچر میگن، چی میگن، در هر صورت روی اون هست. اجازه بدید این عکس رو نگاه کنید شما. و اینا نوشتن احتیاج به کمک دارن. خانم هلن، اگر این موضوع حقیقت داشته باشه، ضمن این که من متاسفم که همسر شما بیمار و مریض و روی تخت بیمارستان هست و توی حالت اورژانس و امرجنسی، ولی دوست عزیز من فکر نمی‌کنم هنرمندی که ترکیه بوده رفته کنسرت بذاره، الان توی این ماجرایی که همسرش تو بیمارستانه وقت داشته باشه بیاد از ملت پول جمع کنه. اینه که من تعجب میکنم که این ممکنه درست باشه، ولی این پول جمع کردن اینها فکر نمیکنم. اگر کسی با خانم حمایت با خانم هلن در تماس هست به ما خبر بده. نوشته Dear friends, family member, نمیدونم co-workers,
تیم اسوسییت اند هوور نوز واهان. خلاصه همین که من گفتم، ایشون اینجوری شده و مریض شده و اینها، الان تو استانبول دونیت ناو، ولی پایینش عکس این ایران شهر و مجله و اینها، اینا مال آقای خلیلی است. من اگر فرصتی بشه با ایشون تماس میگیرم ببینم که آیا این درسته یا نه. و بازم ببخشید، آدم یک کمی خجالت میکشه که هنرمندان، خانه هنرمندان، افراد به اصطلاح موفق، پولدار، چرا اونا نمیان به یکی از این هنرمندا کمک کنن؟ حالا شماها خیلی به مردم کمک کردید که امروز میخواین مردم بدبختی که دارن با بدبختی امورات خودشون میگذرونن. دوستان، همه تو آمریکا اینجوری نیست که صبح که بلند میشن از درخت دالر تری دلار بکنن. دالر تری سبز، بله، کار میکنن، دو جا سه جا کار میکنن. اون وقت اینا بیان پول بفرستن برای یه هنرمندی که شوهرش، خب همه این وضع براشون پیش میاد. خیلی هم هست پول حتی کفن و دفن مثلا فلان ندارن، ولی این راهش نیست که هر که طور شد فوری دونیشن بفرستید برای مردم، اونم مردمی که اینجوری هن. و اونم شما هنرمندا که یه کنسرت مجانی گذاشتید برای مردم، مثل این آمریکایی‌ها توی سنترال پارک، ببینید چه خواننده‌هایی میان همین شهر ما رستون. این گروه های کوچولو میان مجانی برنامه میذارن. کدوم هنرمند ایرانی دوستان شما شاهد بودید؟ بابا یه سیزده بدری ما اینجا داشتیم، مثل آدم میرفتیم همدیگر رو میدیدیم. اینجا داشت بندری میزد، اونجا شیرازی میخوند، اونجا کردی میزد، اونجا ترکی. آمدن اینو کردنش کنسرت، چه افتضاحی به راه انداختن. از صبح تا از صدای گوشخراش این کنسرت روز 13، و پول میگیرن از شما که برین پارکی رو، پارک آمریکایی رو که آمریکایی‌ها با اون مدیریت خوبشون مجانی از تکس خودمون، مالیات خودمون به ما میدن، ایرانی‌ها اومده اینجا کردنش پولی. بله دیگه، هنر نزد ایرانیان است و بس. ما فقط هستیم که میتونیم یه همچین کاری انجام بدیم. آمریکایی میاد در سنترال پارک در مرکز نیویورک بزرگترین کنسرت رو میذاره، از مردم پول نمیگیره، میگه هر کی اومده اینجا اگه دلش خواست ده دلار نه هزار دلار بفرسته برای بچه‌های جهان، بفرسته برای آفریقایی ها با این حساب، با این کتاب. ما کی به اینا میرسیم؟ چرا قبول نمیخواین بکنید؟ حالا دوستمون خانم شیروانی بنده خدا 30,000 تا تقویم چاپ میکنه. خب تقویم شما الان ماه شهریور به دست من رسیده، منی که فضول همه جا هستم، تقویم ایرانی 5 ماه گذشته حالا به دست من رسیده. خب درست نیست یه چیزی، ما یه چیز 100 تا چیز اشکال داریم. هر کی هم گفت بگن آقا این خیلی نق میزنه، ولش کن. خب چشم. نشنال ممو امریکا این 2017، این رو براتون گفته بودم که میگن تا یکی دو سال دیگه چیز میشیم و داغون میشیم. و بعد باز برگشتیم به اون چیزایی که قبلا براتون خوندم، فیلم نمایش مستند با پانتا، ببینم کیه این، August 29، فردا این نمایشه. و امروز این ایمیلش به دست من رسیده، جوانه اندو نمایش فیلمه. ببینید این دوستان بعد میگن آقا مردم نیومدن، مردم حمایت نمیکنن. آقا مردم کف دستشون رو بو نمیکنن که بفهمن شما نمایش فیلم مستند همراه با کارگردان فیلم خانم پانته بهرامی در دالاس دارید. باید به مردم اطلاع بدید، باید از طریق کانونهای ایرانی، از طریق روزنامه‌های ایرانی، از طریق تلویزیون‌های ایرانی دست کنید در جیب مبارک، 100 دلار، 20 دلار، 50 دلار خرج کنید، مردم مطلع بشن، میان اون 100 دلاری که شما به دست میاری هیچی، 800 دلار هم بالاش به دست میاد. خب در رابطه با این آقای مرتضی موسوی که میاد حرفای ساواک میزنه و اینها، آقای آریانپور یه پاسخی داده. هموطن گرامی آقای مرتضی موسوی، به بخشی از صحبت‌های شما با سیمای پادشاهی ایران گوش دادم، خاصه تعریف شما از سپهبد خودفروش به صدام حسین جلاد تیمور بختیار.
به این نتیجه رسیدم که هرچه شما و دوستانتان کمتر از ساواک و خدمات آن و فرماندهان آن صحبت کنید و اجازه دهید خدمات گرانبهای ساواک به فراموشی سپرده شود، در آن صورت شاید بوی گندش کمتر بلند شود. مردم کاری به سایر ادارات 11 گانه ساواک نداشتند و حتی نمی دانستند که ساواک اداره‌ای به نام اداره 8 نیز داشته، بلکه این اداره که در رأسش پرویز ثابتی قرار داشت به نام اداره 3 مسئول امنیت داخلی با مردم سرکار داشت و سایر ادارات از دید مردم تحت شعاع اداره 3 قرار گرفته برای مردم وجود خارجی نداشتند و لذا قضاوت مردم محدود به این اداره که شکنجگاه بود و لاغه. اگر کشور ما صاحب داشت دستور می‌دادند وظایف کلیه وزارتخانه‌ها، ارتش، شهربانی، ساواک و غیره را به زبانی ساده و قابل فهم از طریق رادیو، تلویزیون و روزنامه‌ها هر هفته برای ملت ایران تشریح کرده و تأکید می‌کردند این سازمان‌ها برای خدمت به شهروندان ایران به وجود آمدند و نه برای فخر فروشی و نشان دادن قدرت خود. لابد به یاد دارید که رئیس ساواک گیلان سرهنگ تمام ده پانزده ساله شیخ اسلامی در همه مراسم نفر دست راست استاندار گیلان بود و برخلاف اصول که ماموران ساواک همیشه باید در سایه باشند، ایشان و سایر رؤسای ساواک استانها خود را نخود هر آشی قلمداد می‌کردند. چرا؟ آیا شما جواب این سوال را داری؟ پس بی خودی از آنها دفاع نکنید. همه این سازمان‌ها و ادارات، چه ارتشی، چه امنیتی و چه سیویل، همه و همه از فرصتی که به دست آورده بودند سوء استفاده کردند و به دنبال منافع قانونی و غیر قانونی خود بودند، سر و پا یک کرباس بودند و تنها فکری که نداشتند رفع مشکلات و نارضایتی‌های مردمی که با آنها سر کار داشتند بود. آیا فراموش کرده اید که نصیری و فردوس زمین‌های اطراف مرداب و انزلی را تصاحب کرده و برای اضافه کردن سطح این زمین‌ها وزیر کشاورزی را وادار کردند مرداب را از طریق کندن کانالی به دریای مازندران متصل کند تا آب مرداب به دریا ریخته و سطح آب مرداب پایین برود؟ و از زمین هایی که از زیر آب خارج شده بود برای کاشتن هندوانه و صدور آن به روسیه استفاده کنند؟ در نتیجه پایین رفتن آب مرداب ماهی های خاویاری و غیره که برای تخم‌گذاری وارد به مرداب می شدن به علت عمق کب آب و وجود گیاهایی که در مرداب ثبت شده بودند، بالهایشان به این گیاه ها گیر می کرد و به جای تخم‌گذاری جان خودشان را هم از دست می دادن. آیا شما و دیگر رؤسای ساواک که قبل از بعد از شما به بندر پهلوی آمدند در این مورد چه گزارشی تهیه کردند؟ به خاطر دارید که هر ماه شورای امنیت شهرستان تشکیل می‌شد و گزارشی توسط ساواک بندر پهلوی در مورد اوضاع کلی شهرستان تهیه و به تهران ارسال می‌گردید؟ آیا حتی یک بار شما و رئیس شهربانی از مشکلاتی که مردم با آن روبرو بودند یک کلمه گفتید و یا نوشتید؟ هر بار ذکر می کردید در زیر سایه شاهنشاه آریامه همه مردم در ناز و نعمت به سر برده و از نعمتهای فراوانی که در تحت توجهات ذات اقدس ملوکانه نصیب مردم گیلان زمین شده است روز و شب برای سلامتی شاهنشاه و خانواده گرانقدر سلطنتی به دعاگویی مشغول بودید؟ چرا در مصاحبات خود درباره قصور و کوتاهی در انجام وظایف محوله صحبت نمی کنید؟ یادتان هست که وقایع سیاکل در زمستان 1349 رخ داد و تعدادی از جوانان مبارز را دستگیر و در زندان هنگ ژاندارمری گیلان که فرمانده اش سرهنگ دوم بابایی پیروز بود در رش زندانی کردند و ماموران اعزامی ساواک پرویز ثابتی از تهران برای وادار کردن این جوانان به گفتن آن چیزهایی که ساواک اداره سوم می‌خواست آنها اظهار کنند همه ناخن‌های دست این جوانان را یا انبردست مخصوص که هدیه کشورهای آمریکا و اسرائیل بود کشیده بودند و چند روز بعد ساواک گیلان از استاندار و فرمانده نیروی دریایی شمال و عده دیگری دعوت کردند که به ژاندارمری رش رفته و دستپخت اخیر ساواک را که دستگیری چند جوان مبارز بود و ساواک فکر می‌کرد فتح خیبر کرده است به دعوت شدگان نشان دهند که بیایید و فتوحات ساواک را مشاهده کنید.
من با چشم خود در آنجا مشاهده کنید، شهر در امن و امان است، آسوده بخوابید که شاهنشاه آریامهر بیدارند. و من با چشم خود در آنجا دیدم که چه بر سر ناخونها و دستهای مجروح آن جوانان مبارز انداخته اید و آورده اید. شرم کنید. و البته این در حالی است که معنی واقعی شرم را شما بدانید و درک کنید. امیر هوشنگ آریانپور. دوستان عزیز، ساعت 3:41 است. بریم یک دقایقی رو، چند دقیقه ای رو، حدود 17 دقیقه، با ویدیوهایی که بهروز و دوستان دیگه ارسال کردن بگذرونیم و تعطیلات آخر هفته رو شروع کنیم. اگر اهل مشروب نوشیدن هستید، لطفاً به اندازه کافی بخورید که شنگول بشید، یا اصلا نخورید، همینجوری بدون عرق و مشروب شنگول باشید، رانندگی نکنید. حتی اگر شده یه جایی حالا تصادفاً شما خوردید و مست کردید و اینها، با تاکسی بیاین، بعدن به اصطلاح فرداش برید ماشینتون رو بیارید. این هم از این. بریم این فیلم رو با هم ببینید. روز روزگار بر شما خوش. ساعت 16:00 با آقای حسن ارشاد خواهیم بود. مرسی که با ما بودید. و اگر شما این فیلم رو از یوتیوب میبینید، دیگه ما نمیتونیم این دنبالش رو نشون بدیم، پس باز هم یک دلیل دیگه که بیاین مردم تیوی و فیلم ها رو اونجا ببینید. آب رو از سرچشمه بنوشید. مرسی. لطفاً پسرای دهاتی و بدتیب نیان.